مرتضا در آنچه آشنایان به موسیقی ایرانی زربی می نامند مهارتی شایسته تحسین داشت. با سرعتی حیرت انگیز بر اشعار متقدمین مولانا، سعدی، حافظ آهنگ می ساخت و اغلب با همان سبک مخصوص خود آهنگ ساخته را روی قوطی سیگارش یادداشت می کرد و گاه هم از ثبت آن می گذشت. چشم ها را برهم می گذارد و ساعتی شیفتگان پنجش را به جهان رویا می کشانید، رویایی که گوش جان را بیش از دیدگان نوازش می داد. جانم شد نوا پرداز او، آن که جانم شد نوا پرداز او، می سرایم قصه ای از ساز او. ساز او در پرده گوید رازها، سر کند در گوش جان آوازها. بانگی از آوای بلبل گرمتر، از نوای جویباران نرمتر. نغمه مرغ چمن جان پرور است، نغمه مرغ چمن جان پرور است، لیک در این ساز سوزی دیگر است. او با دلم آن می کند، خست دل داند بهای ناله را، خست دل داند بهای ناله را، شمع داند قطر داغ لاله را. مستان گریبان چاک را می شناسم، آه آتشناک را، بانگ مستان گریبان چاک را. سودم از سودای دل جز درد نیست، غیر اشک گرم و آه سرد نیست. خسته از پیکان محرومی پرم، مانده بر زانوی خاموشی سرم. گرچه غم در سینه خاکم برد، ساز محجوبی بر افلاکم برد.
شرح این معنا ز من باید شنید، راز عشق از کوه کن باید شنید، حال بلبل از دل پروانه پرس، حال بلبل از دل پروانه پرس، قصه دیوانه از دیوانه پرس.